منتشر شدن عکسای جدید یاس با طرفداراش که نشون میده دیگه یاس حسابی پا به سن گذاشته و رپرامون دارن ریش سفید میشن. صحبت‌های جدید و جنجالی تتلو در این مورد که اگه کنسرت جدیدش توی ترکیه برگزار نشه باز اونجا زلزله میاد. یک دو هشت واینر شدن خانم معلم گنگستر شهر آمل و شروع فعالیتش توی فضای مجازی. آدمایی که با رفتارشون گفتن تبلیغات خفن توسط یکی از هموطنای متخصصمون که فقط نمیدونم چرا وسط تبلیغ هی دست به چیزش میشه. موتور پیشرو واردمه پیشرو کج کبیر دیستک بعد سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب در ابتدا بریم سراغ عکس جدیدی که یکی از طرفدارای یاس منتشر کرده که نشون میده یاس حسابی سنش رفته بالا و هنوزم که هنوزه با وجود اینکه هنرمندامون دارن پیر میشن ولی باز خبری از فعالیت مجاز و پول درآوردن از راه هنرشون توی کشور نیست. امیر تتلو هم اومده و صحبتهای جدیدی کرده و میگه اگه من کنسرت بذارم دیگه توی ترکیه زلزله نمیاد و نوشت من میتونم ترکیه رو از زلزله نجات بدم، میدونم قیافم عین چیزخلاست، قبوله، اما همین چیزخل طرفدارایی داره که واقعا عاشقشن و با عشق و شوق و از ته دل شعراشو میخونن و صدای عشق تولید میکنن. همین پست شاهد، اگر ما روز عید فطر تو ترکیه کنسرت بذاریم و هوادارا هم بیان و 1000 نفر واقعی فقط پر بشن و با هم صداشیم زلزله ها تموم میشه اینجا. خواهش میکنم یه بار به من اعتماد کنید، شاید 1% راست گفتم و زلزله ها تموم شد و کلی از فامیلاتون زنده موندن. الان وقت کنسرت منه، باور کنید اگه صدای عشق تولید نکنم زلزله های بیشتری اتفاق خواهد افتاد به خاطر گناهی که راننده تاکسی های اینجا مرتکب میشن. متاسفانه تمام راننده تاکسی ها مسافراشون الکی میچرخونن برای پول بیشتر، حالا همشون نه ولی اکثرشون. اینو همه میدونن، تا اونایی که تازه وارد استانبول شدن و این کار راننده تاکسی ها از همون ورود افراد شهر رو تیره میکنه، در آخر تیرگی ها جمع میشه و باعث زلزله و دیگر بلایای طبیعی میشه. باور کنید این شهر و این کشور احتیاج به پاکسازی داره و باور کنید راهی به غیر از کنسرت امیر تتلو نیست، چون کس دیگه ای نیست که هم وگن باشه و حیواناتو نکشته و نخورده باشه و هم هواداراش واقعا دلی دوستش دارن و هم تا حالا کمکاری و دزدی نکرده، هیچ خیلی جاها حقشو ندادن و حساب بانکیش صفر. من میتونم، کافیه یه بار به هم اعتماد کنید و فرصت بدین و هوادارا با عشق بخوان و برزن و دولت با عشق امنیت و فراهم کنه و یه عالم آدم هم این وسط درآمدزایی بکنن. خانم معلم گنگستر شهر آمل هم وارد فضای مجازی شده و داره کم کم واینر میشه. دمایی که با رفتارشون و گفتارشون دیگرون رو میرنجونن، قبل از هر چیزی حالشون با خودشون خوب نیست. آدم اگه حالش با خودش خوب باشه سعی میکنه به دیگران از امید بگه، سعی میکنه قضاوت نکنه. یه تبلیغات خفنم از یه هموطن پخش شده که توش هی دست به چیزش میشه. با سلام به خدمت مردم شهر گلدار، موتور آوردمه، موتور جدید آوردمه، کبیر آوردمه، بیرو آوردمه، موتور پیشرو آوردمه. من چه زمانی هستم، بعد گفتم یه بار دیگه هم فیلمم داخل اینستاگرام بونم به خاطر که موتور جدید آوردمه، چون موتور قبلیم همش رفت. بعد موتور کبیر آوردمه، نگاه بکن چه موتوری، بواری انجینش افشین، بواری انجینش، بواری باک ریتانه، بواری موتور مشکی و کبیره و آخری هم پیشروه. بعد دیگه هم موتور دارم خونه، پیشرو کبیر تیستک بعد آمیکو
هر موتوری خواسته بید ما در خدمتتون هستیم. شماره موبایل ما هم که بهتون گفتم همون شماره موبایل قبلیه، حالا یه بار دیگه هم بگم 0917 907 90. کامبیز دیربازم که اومده و حسابی به مسئولین حمله کرده که ویدیوش خیلی پر بازدید شده. در حال ما که داریم وظیفه‌مون انجام میدیم، ای کاش اونایی که باید وظیفه‌شون انجام بدن که وظیفه اصلیشونه بتونن انجام بدن و که این شکلی مردم نخون به تکاپو بیفتن که همدیگر رو کمک کنن. یعنی ما آقایونی که قول داده بودن سالی 1 میلیون مسکن میسازن، در 4 سال 4 میلیون مسکن پیشکششون، 6 تا تریلی کانکت تونستن بفرستن. خوی زن و بچه مردم توی سرما، تو چادر، تو این فصل خیلی به نظر من نامردیه و وقتی میبینیم اونا که باید کارو انجام بدن ارزه ندارن انجام بدن، مجبوریم خودمون کارهای بکنیم، مردم به همدیگه کمک کنیم. 6 تا دونه کامیون تریلی کانکس نفرستادن، بعد میخوان 4 میلیون مسکن بسازن. حمید صفتم که یه عکس از موزیک ویدیوی جدیدش گذاشته و نشون میده که موهاشو رنگ کرده و توی جمع‌های هنرمندای مجازم حضور داره و کلاً داره یه فضای دور از رپرامونو میگذرونه و انگار بازیگر سینماست. طرفدار کدوم تیم هستی؟ ما استقلالی ایم دیگه. درسته. خارجی چی؟ خارجی هم من سیتی. الان شرایط استقلالو چطور می‌بینید؟ در حال فاصله خیلی کم شد. ببین استقلال هر ساله درگیر همین مسائلی بوده که اینا با رانت و قصه های دیگه تیمای مقابلش رو اول میکردن دیگه، وگرنه همیشه استقلال بهترین بوده. استقلال همیشه قهرمان هست، اصلا فرقی نداره ما دهم هم بشیم ما قهرمانیم. چون که کاپیتا عالیه. ببین خیلی کار زشتی کردن اونجا، اون مامورای بغل زمین اصلا کارهای زشتی کردن. مربی بسیار عالیه، بعد بزنن درست کار کنه. حالا هم که محرومش کردن. آقا با لگد زدن پشت مربی، چجوری اون توهین کرده؟ خیلی ممنون. حالا نظر شما در مورد این اتفاقات و این ویدیو چیه؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.